با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو میپردازیم به محل تدفین خسرو آواز ایران مرحوم استاد محمد رضا شجریان و تشییع پیکر ایشان. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا بیشتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. با عرض تأسف و تسلیت به دوستداران و هواداران خسرو آواز ایران استاد محمد رضا شجریان، متاسفانه ساعتی قبل با خبر شدیم استاد بزرگمون استاد محمد رضا شجریان از پیش ما پر کشیدن و برای همیشه رفتن. روحشون شاد و یادشون گرامی. استاد محمد رضا شجریان متولد 1 مهر 1319 بودند و روز دوشنبه مبارخ 14 مهر 1399 بعد از سالها مبارزه با سرطان در بیمارستان جمع به کما رفتند و پزشکان در این مرحله از درمان از مردم خواستند تا برای نجات او از مرگ دعا کنند و در نهایت ساعتی پیش استاد بزرگمون پر کشیدند و آسمانی شدند. ساعتی پیش بیمارستان جمع با انتشار یک پست اینستاگرامی در خصوص درگذشت خسرو آواز ایران استاد محمد رضا شجریان این چنین نوشت: پیکر استاد محمد رضا شجریان به بهشت زهرا منتقل شد. بیمارستان جمع از انتقال پیکر استاد محمد رضا شجریان به بهشت زهرا برای انجام مراسم تطهیر و نماز خبر داد. پیکر استاد محمد رضا شجریان در طوس مشهد به خاک سپارده می شود. پیکر استاد محمد رضا شجریان استاد سرشناس موسیقی ایران در بهشت زهرا تهران تطهیر می شود و سپس برای خاک سپاری به مشهد و از آنجا به شهر طوس منتقل می شود. پیکر محمد رضا شجریان بنا به وصیت خودش در طوس و در کنار آرامگاه حکیم فردوسی و مهدی اخوان ثالث به خاک سپرده می شود. در ادامه ویدیو علت درگذشت استاد محمد رضا شجریان از زبان پزشک معالجشون رو می شنوید. لطفا تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. و خیلی خیلی متاسفم و شرمنده از این که بیش از این نتونستیم کاری در خدمت استاد عزیزمون بکنیم. خواهش میکنم با نظم و ترتیب اون طوری که شایسته مقام اون بزرگمرد تاریخ هست آیین سوگواریمونم درست و به جا انجام بدیم. خیلی تسلیت عرض میکنم، با تمام توانمون ما همه کار کردیم، تمام امکانات رو به کار گرفتیم، تمام همکارانم متخصصین مختلف از همه گروه ها با تمام قوا با عشق فراوان سعیمون رو کردیم، ولی دیگه به آخر خط رسیدیم. متاسفانه بیش از این نتونستیم خدمتی بکنیم و به همه شما تسلیت عرض می‌کنم و همه ما هم درد و هم غم شما هستیم. باز هم خواهش می‌کنم با سکوت و آرامش در شأن استاد براشون هر چه می‌خواهیم از آن بگیم. در ضمن ایشون به بهشت زهرا انتقال داده شدن و دیگه از بیمارستان منتقل شدن پیکر استاد به بهشت زهرا. آنچه که شما میخواید در حال اتفاق میفته. چیزی که امکان پذیره، چون قرار ایشون در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده بشه، چیزی که امکان پذیره این است که ما فردا این نماز رو ساعت چند نماز نمیدونم هنوز، چون یه سری برنامه های متعدد کرونایی هستن، ولی چیزی که تا الان من میدونم کسی تا الان مشخص بود که فردا بتونیم در پیکرشون نماز بخونیم و منتقلشون کنیم به مشهد که در مشهد میخونیم ایشون قرار است در جوان حضرت فردوسی به خاک بسپاریم. بنابراین باید ایشون به مشهد برده بشن. شما خودتون صاحب عزا هستید، همه شما مراسم کرونا مسئله جدی
من به از هیچ کس نمیتونم دعوت آمدن بکنم و نمیتونم به کسی بگم که نیاد. بعد هم نماز نمیدونم هنوز چون یه خود کجا برنامه های مطرف های کرونایی هستن، ولی چیزی که الان من میدونم و چیزی الان مشخصه که فردا بتونیم از دیگرش نماز بخونیم و مترش کنیم به مذهب. آقای پورناظری خوش آمدید به برنامه. شما سابقه همکاری با آقای شجریان رو دارید، در این باره بیشتر برامون بگید چطور بود کار کردن با ایشون؟ شب بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم و از صمیم قلبم این داغی که بر دل ایران نهاده شده رو تسلیت میگم. خیلی خیلی روزها و روزگار سخت‌تری از امروز شروع شد به نظر من. خب افتخار هر هنرمندی است که کنار بزرگان سرزمینش کار بکنه و من هم از این موهبت برخوردار بودم. در یک دوره خیلی ویژه‌ای فراهم شد که من خدمت استاد رسیدم و ازشون در واقع درخواست کردم که پروژه‌ای رو که پیشنهاد داشتم خدمتشون بگم و ایشون هم با اون ریزبینی و وسواس و ظرافت و تیزهوشی که داشتن بررسی کردن و این کار خب هم به اجرای صحنه‌ای رسید هم به صورت صوتی در استودیو ضبط شد که متاسفانه تا به امروز نشد منتشرش بکنیم و امیدوارم در یک فرصتی که دل و دماغش باشه این کار به گوش دوستداران شجریان بزرگ برسه. آقای پورناظری، خب مثلا من همیشه صحبت میشه از این توانایی بالای استاد شجریان در اجرای آواز، توانایی بالای حنجره ایشون. اگر بخواد توضیح بدید برای کسانی که شاید اونقدری اطلاعات موسیقیایی نداشته باشن، دلیل ماندگاری صدای استاد شجریان چیه؟ ببینید صداهای ماندگار در ایران کم نیستند. خوانندگان برجسته بودند و حتی امروز هم هستند. ماندگاری شجریان فقط برای موسیقی و استادی و توانمندیش در تکنیک آواز و هنر موسیقی نیست. ایشون در واقع در سطحی خودشون رو برکشیدن و حفظ کردن که به عنوان یک نماد ملی شناخته میشن. محمد رضا شجریان بزرگ به نظر من تنها هنرمندی است که طرفداران خودش میلیون ها نفر بیشتر از طرفداران موسیقی میشه و این یک اتفاق بسیار نادر و من سابقه از اون در دنیا نمیدانم، در ایران که اصلا نداشتیم. و اینکه حالا توانایی ایشون، استادی ایشون و زحمت شدید و بسیاری که ایشون در طول سالیان برای هنر موسیقیشون کشیدن هم سنگ و هم عیار بوده با تلاشی که در راه هنرهای دیگه، در راه معرفت و اون دغدغه میهنی که داشتن و ایشون اولین و آخرین چیزی که براشون مهم بود ایران بود و ما کمتر میبینیم که کسی از هنرمندان و حتی سیاستمداران بر سر پیمانش با سرزمینش بمونه و با این همه سختی که به ایشون روا داشتن خم به ابرو نیاورد و از راهش رو بر نگردون. و این است که امروز که ما می‌بینیم تمام ایران عزاداره و حقیقتاً عزاداره، از غم دلش عزاداره. و من از این فرصت میخوام استفاده بکنم دو مطلب رو بگم. یکی این که خیلی تصادفاً من دوشنبه صبح نامه‌ای رو خانه موسیقی فرستادم و اصلاً خبر نداشتم که جناب استاد به بیمارستان رفتن و پیشنهاد دادم که پیگیری کنند که روز اول مهر رو به عنوان روز موسیقی ملی ایران در تقویم رسمی کشور ثبت کنند و یقیناً من و تمام هنرمندان و تمام مردم ایران زمین که دغدغه ایران رو دارن منتظر هستیم که روز خاکسپاری ایشون عزای عمومی اعلام بشه. حتما باید این اتفاق بیفته. متشکرم از شما طهمورث پورناظری. ولی من مثل پسرمه، مثل برادرمه، مثل پدرمه، اصلا مخلوط همه مناسبات هست. خیلی دوستش دارم و تا حد زیادی هم این دوست داشتن متقابل خیال میکنم.
آخرین باری که من باش سوال کردم پیرسالا بود. یالا به من گفت که خانوم شجریان گفته که اگه این دوتا با هم تلفنی بیشتر صحبت کنن در روی و احوال شجریان تأثیر داره. یالا ترتیب داد که یه دیدار تصویری داشته باشی. سلام آقا شجریان. سلام فرانیا. من دیدم که نمیتونم بدم. به این بخص کردم و او شروع کرد به حرف زدن. شما همیشه برای من پدری کردین، فلان کردین، فلان کردین. زد بگه به منم تلفن دادم بگه دیگم از این کار رو نکنم. این آخرین باری باشی من باشی صحبت کردم. بعدم که متاسفانه رو در کما کردم. حافظ یه بیتی داره میگه هر کسی که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. بری امکانات صوتی شجریان جنس صداش فوق‌العاده شیرینه، پاکیزه است. خودش هم مجموعا آدم پاکیزه بود، نه اهل الکل بود، نه اهل افیون بود. یه استثناء بود توی هنرمندان ما. و بعدم کنجکاو بود. رفتیم شیراز. یکی بهش گفته بود که در فلان قهوه‌خانه یک کسی هست آواز میخونه. یقه لطفی رو گفت بریم ممرزا. دوتا این باید میگفتم ممرزا. بریم این چی میخونه. یعنی هر جای سراغی داشت این میرفت یاد بگیرم. همه متاسفان همچه شانسی نیست. یه بینید سرطان همه جاشو گرفته. اصلا خلاف چیز. من از دوستای پزشکم پرسیدم. میگم میشه این از 18 سال پیش عمل کرده ریشو. 18 سال پیش سرطان پیش رفته داشته. چطور تا حالا تیم اینم از کار عجیب. دوستان عزیز لطفاً این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم کانادا و انگلیس و استرالیا و سایر کشورهای اروپایی لطفاً شیر کنید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. متشکر از همراهی همیشگیتون. شب و روزتون خوش.